بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط دو خبر بسیار مهم از افغانستان. خشم استاد محمد محقیق از رفتار ضد انسانی طالبان با مردم و در ادامه درگیری خونین میان طالبان در بدخشان ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها از سراسر افغانستان کانال شهر تیوی را حتما دنبال کنید. وبسایت خبرگزاری کاویان گزارش داده است که جنگ میان فرماندهای طالبان بر سر خمس طلا در بدخشان چندین قربانی گرفت. دو گروه طالبان امروز در ولایت بدخشان بر سر تقسیم خمس طلا با هم درگیر شدند. این درگیری در راغستان بدخشان صورت گرفته و ده ها کشته و یا زخمی بر جای گذاشته است. منابع میگویند درگیری میان افراد مولوی نجیب و یک گروه دیگر طالبان بر سر تقسیم خمس طلای معدن زرداب ولسوالی راغستان صورت گرفته است. به گفته منابع در این درگیری چندین تن کشته و زخمی شدند و طالبان اجازه ندادند تا آمار دقیق زخمی ها و کشته ها بر رسانه ها گزارش داده شود. باید افزود که شمار بیشتر زخمی ها را طالبان به بیمارستان بدخشان منتقل کردند. مولوی نجیب یکی از پرنفوذترین فرماندهان طالبان در راغستان بدخشان است که کنترل اکثریت معادن را در اختیار دارد. منابع میگوید که او در حدود کم و بیش 5000 نیروی مسلح در اختیار دارد و عواید معادن را خودش استفاده می کند و به رهبری طالبان نیز گزارش دهی نمی کند. هرچند مولوی نجیب ماهاست که در کابل از سوی طالبان گروگان گرفته شده و رهبری طالبان تلاش دارد تا نفوذ او را در راغستان مهار کند، اما تا کنون طالبان موفق به این کار نشدند. به گزارش منابع در حال حاضر نزدیک به 500 معادن در مربوطات ولسوالی های راغستان وجود دارد که طالبان عواید آن را بدون آنکه به حکومتشان گزارش بدهند به جیب خودشان میزنند. درگیری میان فرماندهان طالبان بر سر تقسیم ثروت و بعضی اوقات به دلایل قومی اخیراً افزایش یافته است. باید افزود که تا حالا فرماندهان این گروه در بامیان، بغلان، بدخشان و برخی ولایت‌های دیگر نیز با هم درگیر شده و یک دیگر را کشتند. در همین حال وبسایت خبری آماج نیوز گزارش داده است که محقق میگوید تلاشی خانه به خانه بی‌اعتمادی به مردم و توهین و ظلم به حق ملت است که باید متوقف شود. در ادامه واکنش ها به تلاشی خانه به خانه از سوی طالبان، استاد محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته است که این اقدام طالبان به اعتمادی به مردم را نشان می دهد. آقای محقق در پیام نوشته است که تلاشی خانه به خانه به اعتمادی به مردم و توهین و ظلم به حق ملت است که باید به زودترین فرصت متوقف شود. این در حالی است که روند تلاشی خانه به خانه طالبان روز جمعه هفته جاری در شهر کابل و ولایت‌های کاپیسا، پروان و پنجشیر آغاز شد. این تلاشی ها واکنش های تندی را نیز بدون بال داشت. ناگفتن ماند که سازمان عفو بین الملل، سفارت های آلمان و بریتانیا و همچنان نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار توقف این تلاشی ها شده است. بیننده های محترم کانال شهر تیوی، نظر شما در مورد این دو خبر مهم چیست؟ نظر خیش را در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا یک گزارش دیگر، خدا نگهدار.